سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما دشت یو اس هستش. امروز میخوام در مورد پرداخت هزینه فرم‌های مختلف مهاجرتی به وسیله کردیت کارت براتون صحبت بکنم، که در واقع پر کردن همون فرم G1450 هستش، که میخوام در مورد اولا اینکه اصلا این فرم چی هست براتون توضیح بدم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنید که بخش دوم براتون توضیح بدم، و در انتها میخوام بهتون بگم که در چه حالت‌هایی ممکنه که در واقع این فرم ریجکت بشه و در واقع فرمی که شما به همراه این فرم هزینه‌اش رو پرداخت کردید اون هم ریجکت میشه. پس تا انتهای ویدیو من همراه باشید. اما قبل از اون، اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. علاوه بر اینها خوشحال میشم که شما رو توی پیج اینستاگرام، کانال تلگرام و گروه تلگرام که آدرس هر ستاشو این بالا میذارم همراه خودم داشته باشم. خب ببینید، فرم G1450 فرمی هستش که به شما اجازه میده که هزینه در واقع فرم هایی رو که فایل کردید یا هزینه در واقع اون ریکوست هایی که به USCIS میده و نیاز داره که هزینه براش پرداخت بشه، اینها رو میتونید در واقع با کردیت کارت پرداخت بکنید. این فرم ساده هستش، یه فرم یک صفحه‌ای هست که شما مشخصات خودتون رو وارد میکنید، مبلغ رو توش وارد میکنید و این فرم رو به همراه در واقع اون فرمی که باش فایلش کردیم، مثلا فرم I-140 هست یا فرم I-485 هستش یا I-765، I-131، هر کدوم که هزینه داریم باش پرداخت میکنید، میتونید هزینهش رو از طریق این کردیت کارت و این فرم پرداخت بکنید. حتما این فرم باید امضا بشه و اینکه باید امضاش هم به صورت دستی باشه، یعنی مهر زدن، و اون امضای تایپی اصلا قبول نیست. و سیستمی هم که USCIS ازش استفاده میکنه برای در واقع پرداختش سیستم TCS هستش. مورد دیگه این هستش که حتما باید این رو در واقع یک نسخه ازش پر بکنید و روی همه در واقع اون فرم و اون مداری که برای شما آماده کردن، اون صفحه اولش باید این فرم G1450 رو بذارید که اون آفیسر بدونه که شما میخواین هزینه رو از طریق کردیت کارت پرداخت بکنید. و نکته دیگه که هست اینه که حتما از این فرم G1450 که پر کردین یک نسخه کپی داشته باشین برای مراحل بعدی و برای مدارک خودتون، برای در واقع داکیومنتاری خودتون، که این رو بعدا شاید خدای نکرده به جای مشکل برخورد کردین بتونید ارائه بکنید. مورد دیگه این که شما میتونید هزینه فرم ها رو، همونطور که گفتم انواع مختلف فرم ها رو، هزینه بایومتریک رو و انواع ریکوست هایی که برایش باید هزینه پرداخت کنید رو با این فرم میتونید از طریق کردیت کارت پرداخت بکنید. حالا یه سری نکات هستش که در واقع 10 تا نکته هست که زمان پر کردن این فرم باید بهش خیلی دقت بکنید. نکته اول اینه که حتما کردیت کارت شما باید توسط یک بانک آمریکایی صادر شده باشه. بنابراین کردیت کارت های اروپایی، آسیایی، استرالیایی یا سایر کشورها برای پرداخت هزینه ها از طریق کردیت کارت قابل قبول نیست. نکته دوم این که امکان کنسل کردن پرداخت در واقع هزینه از طریق کردیت کارت هم وجود نداره. بنابراین شما میتونستین قبلا اگه چک بود میتونستین جلوی پرداخت چک رو بگیرید و بعد پروندهتون ریجکت میشه، اما دیگه اینجا امکان کنسل کردن پرداخت براتون وجود نداره. نکته سوم که نکته خیلی مهمی هم هستش این هستش که USCIS فقط یک بار برای پرداخت از طریق کردیت کارت تلاش میکنه. اگر هر اتفاقی بیفته اون رو ریجکتش میکنه. بودن افرادی که در واقع 485شون، یک از دوستان به تازگی 485ش ریجکت شد و دلیلش همین بود که فقط یک بار ترای کرده بودن و به هر دلیلی موفق نشده بودن و پرونده رو کامل ریجکت کرده بودن، که همین خودش باعث میشه که حداقل 2-3 ماه شما عقب بیفتید. نکته چهارم این که برای پرداخت از طریق کردیت کارت این USCIS سقف $24,999 99 سنت، یعنی 1 سنت کمتر از $25,000 رو در نظر میگیره، و اگر شما در واقع تراکنش های ترانزکشن های زیادی با اون کردیت کارت دارین که از این سقف میزنه بالا، خود به خود باعث میشه که پرداخت توسط USCIS کنسل بشه و پرونده شما ریجکت بشه. نکته پنجم این که برای هر فرمی یا برای هر فردی و یا برای هر درخواستی که نیاز به هزینه داره، شما باید جداگانه یک فرم G1450 پر بکنید. به این نکته حتما دقت بکنید. و نکته ششم این که شما میتونید هزینه فایلینگ فی رو
به همراه هزینه بایومتریک با همدیگه جمع بزنید و توی یک فرم G1450 اون هزینه رو وارد بکنید و اجازه پرداختش از طریق کردیت کارت به آفیسر بدید. نکته هفتم این که تمام کردیت کارت هایی که الان میخوام نام ببرم، یعنی امکس، دیسکاور، ویزا و مسترکارد، همه این چارتا به شرطی که توسط در واقع بانک‌های آمریکایی صادر شده باشن همشون قابل قبولن. نکته هشتم این که پرداخت یک هزینه توسط چند تا کردیت کارت هم قابل قبوله. یعنی شما میتونید مثلا میخواین 700 دلار پرداخت بکنید برای فرم 140، مثلا میتونید 500 دلارش رو بگین از یک کردیت کارت میخوام یک فرم G1450 جداگانه پر بکنید و 200 دلارش رو بگین از یک کردیت کارت دیگه میخوام و برای اون هم یک فرم G1450 جداگانه پر بکنید و این مشکلی نداره. نکته نهم این که اگر شما چند تا فرم دارید، مثلا دارید فرم 140 رو فایل میکنید، فرم 485 هم دارید باش فایل میکنید، هر کدومش هزینه‌های جداگانه داره، شما میتونید برای مثلا اون فرم 140 که هزینه‌اش کمتره بیایید فقط چک بذارید، برای فرم 485 که هزینه‌اش بیشتره کردیت کارت بذارید. یعنی یک فرم رو فقط چک استفاده کنید، یک فرم رو فقط کردیت کارت استفاده بکنید. ولی یه سری نکته‌ای داره که باعث ریجکت میشه که بعداً تو قسمت ریجکت براتون حتما راجعش صحبت میکنم. و نکته دهم و نکته آخر این هستش که حتما کارت هولدر باید اون فرم G1450 رو امضا بکنه. یعنی شما مثلا اگه همسرتون داره اقدام میکنه و میخواد هزینه رو از طریق کردیت کارت شما پرداخت بکنه، اون فرم G1450 رو شما باید امضا بکنید نه همسرتون. به این نکته هم حتما دقت بکنید، اگه نه باعث ریجکت میشه. حالا بریم سر وقت اون نکاتی که باعث ریجکت در واقع این فرم میشه و در مجموع باعث ریجکت اون فرمی میشه که شما به همراه این فرم G1450 فایل کردید و میخواستین هزینه‌اش رو از طریق کردیت کارت پرداخت بکنید. حالت اول حالتی هستش که شما یک دونه فقط فرم G1450 بذارید ولی چندین فرم رو باهاش در واقع فایل کرده باشید. مثلا میگم شما 140 رو فایل کردید، 485 رو هم فایل کردید که هزینه هاشون رو همدیگه دو تا هزینه مختلف هستش، اما فقط برای کل پروندهتون یه دونه فرم G1450 گذاشتید که این باعث میشه که ریجکت بشه و هر دو تا پرونده شما برگرده. مورد دوم این هستش که بیاین هزینه یک فرم رو، مثلا هزینه فرم 485 که مثلا 1225 دلار هستش، اینو بیاین بخشش رو بخواین با کردیت کارت پرداخت بکنید و بخشش رو با چک شخصی پرسونال چک پرداخت بکنید، این هم باعث ریجکت میشه. حالت سوم حالتی هستش که بیاین همین هزینه رو که گفتم بخشش رو بیاین توسط کردیت کارت پرداخت بکنید، بخشش رو بخواین توسط چک پرداخت بکنید و بخش دیگه شو توسط مانی اوردر پرداخت بکنید. این حالت هم باعث میشه که آفیسر بلافاصله ریجکت بکنه. ریجکت با دینای فرق داره، بلافاصله ریجکت بکنه و پرونده شما برگرده. حالت چهارم ریجکت حالتی هستش که شما مبالغ و مثلا بایومتریک رو و هزینه فایلینگ فی رو با همدیگه جمع زدید ولی اشتباه وارد کرده باشید تو فرم G1450 و این هم باعث میشه که ریجکت بکنه آفیسر و پرونده شما رو برگردونه. و مورد پنجم و مورد آخری که سابقه هم داشته این هستش که به هر دلیلی اشکال سیستم، قطعی اینترنت، هر مشکل دیگه وجود داشته باشه، شرکت مثلا صادر کننده کردیت کارت اجازه تراکنش نده، مثلا یه تراکنش مشکوکه، به هر دلیلی اگر در بار اول که آفیسر داره تلاش میکنه برای پرداخت هزینه اون عمل انجام نشه دیگه ریجکت میشه و برای بار دوم تلاشی وجود نداره. پس حتما میتونید قبلش با اون شرکتی که براتون کردیت کارت، اون بانکی که کردیت کارت رو براتون صادر کرده تماس بگیرید و بگید که اگر همچین تراکنشی بود مشکوک نیست که حداقل این قسمت رو بتونید جلوشو بگیرید و از این نظر به مشکل برخورد نکنه. این 5 تا مورد هستش که شانس ریجکت رو بالا میبره و در واقع بالا که نمیبره، حتما باعث ریجکت میشه و حتما بهش دقت بکنید و میتونید حالا فکر بکنید روی اون حالات قضیه که در واقع پرسونال چک بفرستید و خیالتون از بابت ریجکت شدن پرونده راحت باشه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته ای اضافه کرد، ممنون میشم که اون رو لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اگه تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از ویدیو جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.